السؤال الثاني الذي تسأل عنه في قبرك ما دين؟ سؤال دومي که در قبر از انسان پرسیده میشه اینه که دینت چیه؟ تقول دین الاسلام، الاسلام دینی، انا مسلم. پاسخ میدی که دین من اسلامه و من بر اسلام هستم و من مسلمانم. قد يسألك سائل يقول ما هو الاسلام؟ چه بسا کسی ازت بپرسه که اسلام چیه؟ کیف اسلم؟ چطور اسلام بیارم و مسلمان باشم؟ تقول الاسلام هو ان تسلم لله، تفرد الله سبحانه وتعالى بانواع التوحيد الثلاثه. میگی که برای مسلمان شدن باید به انواع سگانه توحید ایمان بیاری و ان تنقاد تطيع الله سبحانه وتعالى لا تعصي الله سبحانه وتعالى، يعني مسلم لابد يصلي، لا يقول انا لا اصلي، مسلم تصلي ولابد. و برای اینکه مسلمان باشی باید فرمانبردار الله باشی و به امر الله عمل بکنی، نه اینکه بگی من مسلمان هستم اما نماز نمیخونم، همچین چیزی نمیشه. نعم، والمسلم لابد يتبرع من الشرك اهله بالقلب واللسان والجوارح، يتميز عن المشركين. اینجاست که انسان باید از شرک و اهل اون، یعنی از مشرکان، تبری بجویه و اعلام انزجار بکنه با زبان خودش. هذا هو الاسلام، استسلام لله بالتوحید والانقياد له بالطاعه والبراءه من الشرك واهله. این اسلام هست، تسلیم شدن الله متعال با توحید، تسلیم شدن برای الله متعال با طاعت و بندگی الله متعال و دوری از نافرمانی الله متعال و شرک و انواع اون. نعم، والدين الاسلامي ثلاث مراتب. دين اسلام دارای سه مرتبه است، مراتب سگانه دین. المرتبه الاولى الاسلام، که مرتبه اول اون اسلام هست. والمرتبه التي اعلى من الاسلام الايمان، و مرتبه بالاتر از اسلام ایمان هست. واعلى من الايمان الاحسان، و مرتبه بالاتر از ایمان احسان نامیده میشه. كل مرتبه لها اركان، هر یک از این مراتب سگانه ارکانی داره. فارکان الاسلام خمسه، ارکان اسلام پنج تاست. و ارکان الایمان سته، و ارکان ایمان شش تاست. و الاحسان رکن واحد والله اعلم، و احسان یک رکن داره والله اعلم.